و ما هفته پیش درباره یک دختر ایرانی صحبت کردم، دختری که قرار بود این هفته در برنامه نورافکن حضور داشته باشه و همینطور هست. ساغر صدری، دختر ایرانی، نسلی که در اینجا بزرگ شده، نسلی که در امریکا پا گرفته ولی خمیره ایرانی داره میره برای یک بار دیگه. شما یک دختر ایرانی را در صحنه های بین المللی ببینید. ساغر جان، ازت خیلی خیلی ممنونم که وقت تو به ما دادی، به تلویزیون پاس دادی. امیدوارم که حالت خوب باشه. درود بر تو. سلام بر شما. سلام بکن به دوستان عزیز. سلام بینندگان عزیز، دوستان عزیز، هموطنای عزیز. من از سواجون تشکر میکنم و تلویزیون پارس که امروز منو در شوی همچین قشنگی بله. دعوت داشتن. آقای جمشید صدقی، درود بر شما. درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی در جای جای دنیا. جمشید صدقی، آقای جمی صدقی، یک از چهرهای بسیار بسیار فعال شهر ما لس آنجلس هستن. چهره ای که دوستان ما در لس آنجلس اگه این برنامه رو ببینن با چهره ایشون بسیار بسیار کامل آشنا هستند. برای دوستان عزیز که نمیدونند باید بگم در ایران آقای جمشید صدقی یکی از فعالان بسیار بسیار خوب و تلاشگری هستند که توانستند 30-40 سال نام ایرانی را در صحنه های امریکا، چه در کارهای سیاسی چه در کارهای هنری، توانستند چهره ایرانی را نشان بدن و به هر حال هر چی بلا در این شهر هست زیر سر این آقای جمشید صدقی ماه. خب برسیم سر ساغر. کدوم شما میخواین شروع کنید؟ ساغر جان از خودت بگو ببینم چند سالته، چه کار کردی، چه کار میکنی، هدفت چیه، چه شد که پا گذاشتی برای دختر شایسته برای بینندگان عزیز ما که دارن الان ما رو روز جمعه میبینن جمعه شب. اول از همه میخوام امروز رو تبریک بگم، برای اینکه واقعا برای من خیلی قابل افتخاره که خواهران برادران خودم در ایران جنگیدن و به چیزی که باور داشتن براش وایستادن. و من شروع کنم از خودم براتون یه ذره تعریف کنم، نه تعریف ولی براتون بگم. من تو آمریکا متولد شدم و سن 6 سالگی واسه 4-5 سال ایران زندگی کردم. وقتی 10 سالم بود برگشتم به آمریکا و ادامه تحصیلم رو تا دانشگاه که از شمال کالیفرنیا اومدم به لس آنجلس و بعد از اون چند سال توی آرایش کار کردم، سفورا و استی لادر به عنوان اسیستنت منیجر. برای همین کمپانی خودم رو شروع کردم و اسمش لیشس اینک میکاپ آرتستری، برای کار عروس یا فشن شو، هر زمینه ای که باشه برای آرایش. و امسال یکی به من پیشنهاد داد، یه ریکروتر میس کالیفرنیا، که من شرکت ببرم در این برنامه و شانس آوردم که یکی منو به آقای جمی صدقی، آقای جمشید صدقی معرفی کردن و ایشون یه چند روز با من مصاحبه زیادی کرد و قشنگ خواست منو بشناسه که من چه جور آدمی هستم و چه چیزی تو زندگی دوست دارم به دست بیارم. و آخرش گفتش که من یه دوستی دارم که پرودوسر دختر شایسته آسیایی هستش و ازتون دعوت میکنم که به عنوان دختر شایسته ایران شرکت ببرین و نشون بدین که جوانهای اینجا اشتیاق دارن به پشت فرهنگمون باشیم و به تمام دنیا نشون بدیم. من وقتی که برای اولین بار آقای صدقی خانم نازنین افشینجم را در برای دختر شایسته کانادا دیدم، بسیار 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 خوشحال شدم. یک دختر ایرانی در سطر به حال جامعه بین المللی حضور داره و این بسیار بسیار برای ما افتخار بسیاریه. کاملا. و امروز هم ساغر جان داره میره که یک چهره‌ای بشه مثل نازنین افشینجم. درسته که از نازنین افشینجم ساغر کوچیک‌تره ولی به هر حال هدف‌های بسیار بسیار خوبی داره. آقای جمی صدقی بفرمایید که شما کجای این کار رو دست گرفتید و من میدونم که بسیار شما تلاش کردید برای نشون دادن چهره ساغر جان به جامعه خارجی امریکایی. یکمی از این برای ما صحبت کنین و برای بینندگان عزیزمون که دارن
تصویر ما رو میبینن. کاشمون اجازه بدین ابتدا سر تعظیم داشته باشم به خواهران و برادران عزیز، خصوصا دوشیزگان ایرانی که در سرزمین ما تلاش میکنن برای آزادی، واقعا در سراسر دنیا افتخار آفریدن و برای حق خودشون، برای دموکراسی و برای آزادی میجنگن. و باز هم درودی داشته باشم به روح پرفتوه ندا سهراب و نداها و سهرابهایی که برای آزادی ایران جنگیدن و برای آزادی ایران فعالیت میکنن و همه هموطنانی که در این راه در زیر فشار ولی باز برای آزادی در هوای آزاد هستند و میجنگند. و من از این راه دور برای شما عزیزان درود میفرستم و سر تعظیم فرود میارم و افتخار میکنم به شما. ضمناً افتخار میکنم به یک دوشیزه خانم ایرانی که بعد از اینکه سالها در آمریکا بودن، هنوز همچنان که میبینید یک دختر شایسته ایرانی هستم، به زبان فارسی به آسانی صحبت میکنن، خیلی هم خوب. بله، و خون ایرانی در این دختر جوان ایرانی هست. بله. و من علاقمند شدم که باز هم برای افتخار آفریدن اسم ایران در سراسر دنیا از این دختر خانم بسیار شایسته و کسی که وطنش رو دوست داره و با وجودی که اینجا زندگی کرده بیشتر عمرش، اینجا به دنیا آمده، اینجا به دنیا آمده. بله. ولی هنوز اون فرهنگ ایران رو دوست داره و فعالیت میکنه برای فرهنگ ایران و همه جا خودش رو به عنوان یک دختر ایرانی معرفی میکنه. دختر بسیار شایسته است، باسواد است و بسیار بسیار متین. و من دیدم که ایشون شایسته این هست که بیاد. من دوستی دارم به نام خانم ویرجینیا ویلیگاس که ایشون پرودوسر برنامه میس ایجا یو اس ای هست و میسیز ایجا یو اس ای که حدود 21 سال است که این برنامه رو اجرا میکنن. من هم کم و بیش با ایشون همکاری دارم. این است که این بار گفتیم که یک دختر خانم ایرانی میاد. بله، و از ساغر جان خواهش کردم که بیان تو برنامه و خوشحال هستم که اومدن برای بلند آوازی کردن اسم ایران، سرزمین عزیزم. پس ساغر اولین دختر ایرانی است که حضور داره در این برنامه. بله، ساغر جان یک دختر خانم ایرانی دیگه هستن که ایشون هم در برنامه غیر از ایشون برنامه شرکت کردن، ولی ساغر جان خیلی فعال در این زمینه. بله. و ایشون واقعا داره تلاش میکنه اون فرهنگ ایران رو نشون بده و نمونه یک دختر شایسته ایرانی رو بیاره و به جهانیان بشناسونه که خودش هست. در برنامه های مختلف شرکت کردن. این برنامه بود در حضور شهردار لس آنجلس که خدمتشون بودیم. برنامه های مختلفی هست که ایشون شرکت دارن که دیگه کار ایشون هست و میرن و خیلی خوشحال هستیم که ایشون اومدن. و منم دوست دارم که ساغر انشالله به نام یک میس ایران یا دختر شایسته ایران در این برنامه امسال انتخاب بشه. امیدوارم. ساغر جان بگو ببینم، شما از خود تعریف کن ببینم. حالا آقای جیمی صدقی صحبت ها را گفتن، از خودت صحبت کن ببینم چه کاری میکنی، در چه کاری الان فعال هستی، تا کجای کار پیش رفتین. گویا که 21 آگست، درست میگم؟ بله، 21 آگست. بله، 21 آگست روزی هست که USA. بله، هست که ساغر جان در آیا آقای صدقی ایرانیان هم میتوانند که در این همایش شرکت بکنند و سپورت خودشون رو از ساغر برای ساغر نشون بدن. بله، خب وقتی یک دختر ایرانی با نام ایران بالای صحنه میره، به هر حال باید به قول معروف ایرانیان اونجا باشن، حضور داشته باشن و تشویق هاشون یک جوری ساغر را بتواند ساغر هرچی بهتر و هرچی خوش رنگ تر روی صحنه حضور داشته باشه.